درود دوستان با درس پنجم ده کلمه قبل از خواب در خدمتون هستم میخواستم ازتون خواهش کنم که قبل از اینکه درس رو ببینیم یک ویدیوی یک دقیقه ای رو براتون تهیه کردم اونو با هم ببینیم. در این ویدیوی کوتاه اپلیکیشن موبایل کجا برای گوشی های آیفون و اندروید را به شما معرفی میکنیم اپلیکیشن را از اپ برای گوشی های آیفون و از پلی استور برای گوشی های اندروید دانلود کنید دو کلید آموزش زبان آلمانی و گواهی نامه را در صفحه هوم قرار دادیم تا ویدیوهای کانال یوتیوبی یادگیری بسیار منظم و به ترتیب برای شما قابل دسترس باشند. در بخش جستجوی شهرها نام تمام سوپرمارکت‌ها، ها، رستوران ها، مترجم ها، پزشک های عمومی و متخصص و هر چیز که توسط پارسی زبانان مقیم آلمان ارائه می شود در یک لیست منظم در اختیار شما قرار گرفته. در بخش نیازمندی مشاغل لیستی از مشاغل خاص مورد نیاز پارسی زبانان همچون وکیل دادگستری پزشک زنان پزشک کودکان عکاس جراح و غیره قرار داده شده در بخش کاریابی شما می توانید با توجه به تخصص و علاقه تان کار و یا آوسبیلدونگ مورد نظرتان را بیابید. اطلاعات تماس هر کارفرما نیز برای شما در همین صفحه قرار داده شده. این اپلیکیشن کاملا مجانی است به دوستان خود حتما معرفی کنید خب سپاسگزارم که وقت گذاشتین رو ویدیو رو دیدین و درس رو ادامه میدیم خواهش که ازتون دارم اینه که اگر جایی میرین رستوران سوپرمارکت یا پزشکی میرین این اپلیکیشن رو بهش معرفی کنید یا اگر ازش استفاده میکنید و به جایی میرید حتما بهشون بگید که این اپلیکیشن به شما ک... کمک کرده به اینجا رسیدین و بتونه کمکی باشه برای این اپلیکیشن و اینکه ما بتونیم اون رو گسترش بدیم در واقع خب ما بریم درس رو ادامه بدیم رشت یعنی راست در واقع سمت راست شما وقتی که توی فارسی میگید راست خواهم یک خرپل بهتون یاد بدم اولش با آر شروع میشه و اینم غشت با ار شروع میشه پس این ار ار حواستون باشه که بتونید سریع حفظ کنید قشت میشه راست یه وقت با چپ قاطی نکنید لینکس میشه چپ آقا فلاش من فلاشه رو به سمت راست کشیدم من میخواستم بگم که یعنی نوشته چپ گراد آوز مستقیم یعنی گراده یعنی مستقیم یه چیزی که صاف باشه میگن قده. مثلا یه دیوار رو اگر صاف بچینه یک بنا میگن دیوند ایست قاده اگر کج باشه میگن دیوند ایست شیف دی کرویتسونگ دی سونگن. گفتیم که هر کلمه که آخرش او باشه صد درصد آرتیکلش دی هست و صد درصد هم توی جمعش او آخرش یه دونه ان میگیره یعنی هر, هر کلمه ای می میخواد باشه آخرش او باشه توی جمعش او انگه به این ان میشه دانک میشه تشکر اسمش هست اسم تشکر حالا یه معنی دیگه هم داره معنی به واسطه یه به کمکه یه همچین معنی هم داره مثلا دنگ ایر هیلف او دنک ایر یعنی به کمک اون متن شما به کمک به کمک شما به لطف کمک شما کنت ایش فلان کار رو زن انجام بدم توانستم اون کار رو انجام بدم خیلی نوشتاری هست اگر کتابی بخونید این رو ببینید وگرنه توی صحبت های روزانه خیلی فکر نمی کنم کسی استفاده کنم اگر که قدیمی باشن یا اهل ادبیات باشن خلاصه معنیش رو بدونید توی جمله یهو شگفت زده نشید ولی خیلی کاربرد نداره توی صحبت دانک یعنی تشکر کردن یعنی شکر تشکر دی پست دفتر پستی این آرتیکلش دی هست مثل دی شتراس این هم آرتیکلش دی هست نمن یعنی مثل توی گت توی انگلیسی میمونه میخوام می بگم یعنی معنی خیلی داره معنی برداشتن میده معنی خریدن میده معنی انتخاب میده انتخاب کردن میده و مثلا شما میرین توی سوپرمارکت مثل مثلا فروشگاه لباس چند تا لباس هست میخوام می بگیم مثلا اینو میخوام یعنی اینو میخوام بخرم میگن دست نیمه ای یا مثلا چند تا چیز براتون گذاشتن که بتونید یکیشو انتخاب کنید این که دست نیمه ایش یعنی اینو انتخاب میکنم یا مثلا میگین که دی پروبلم نیمیش آف یعنی این مشکلات رو میگذارم روی دوش خودم به خاطر همین یک درس نیاز داریم که در مورد نیمن بگذاریم که بدونید معنیاش بسیار بسیار زیاده و خیلی پرکار برده مثل ماخن میمونه مثل ماخن هست ما ایرانی ها خیلی دوست داریم فارسی زبان ها خیلی دوست داریم ماخن رو استفاده کنیم هر چیزی رو با ماخن میگیم ولی غلط هست هر چیزی هم نمیشه با ماخن گفت جمله خیلی غلط میشه در ابند دی ابنده خب فقط میبینید که آخرش یه ای میگیره برای جمعش حتما شنیدین بهتون میگن گوتن ابند یعنی اصر به خیر درسته؟ حالا من آبی کنم اینو نگاه کنین این یه گوتن ابند شده به خاطر اینکه این صرف صفته این صفته و این اسم در واقع ما به این پایین رو نوشتم قبلا تصمیمش رو داشتم براتون این رو بگم در واقع این چون در ابنت هست آرتیکلش در هستش این شده گوتن ابنت ولی حتما شنیدین بهتون میگن گوته نخت چرا این فقط ا ای گرفته؟ چون آرتیکل نخت دی هست اوکی؟ و جمعش چی میشه؟ گفتیم هر کلمه ای که حرف دومش حرف صدادار باشه کسایی که درسار پیشو میگیرن تمام اینا رو میدونن این حرف دومش صدادار باشه در واقع حرف دوم یه املاوت میگیره و این آخرش یه ا میگیره یعنی در واقع بخوام یه خورده بازهش کنیم اوملاوت ا این قانونش هست دیگه من اینو خیلی توضیح نمیدم بخاطر کسایی که به تو کانال هستن دائم ویدیو رو میبینن اینا دیگه براشون تکرار و تکرار میشه خسته کننده میشه دس سیما دس سیما دی سیما یعنی جمعش تغییر نمیکنه اینو میخوام بهتون بگم ولی در قوم داریم جفتش هم معنی اتاق میده ولی جمع قوم میشه دی قایمه حالا چون دست سیمر هست وقتی که به یه کلمه هم میچسبه مثلا اتاق هتل میشه دست دوباره آرتیکل همینو میگیره گفتیم اگر دو سه تا کلمه به هم بچسبه یک دو سه دو سه تا کلمه به هم میچسبه توی آلمانی زیاد پیش میاد که یک کلمه رو تشکیل بده برای آرتیکل کل کلمه رو بخوایم تشخیص بدیم به آرتیکل آخرین کلمه توجه میکنیم مثل این آرتیکل آخرین کلمه دست هست پس آرتیکل کل کلمه میشه دست در مومنت میشه لحظه دی مومنت لحظه ها به خاطر همین در چون هست آرت دوباره همین چیز بالا میشه اینن مومنت بیته و ام مومنت با بزرگ باش چون یک اسمه اینن مومنت چون در هست بیته خواهش میکنم میبینید که آخرش به خاطر که این جمله امری هست در واقع شما بهش امر میکنید ولی ازش خواهش میکنید خاطر همین آخرش حتما علامت تعجب باید بگذارید آس خوف به بهش میگن دوباره einzel Zimmer. سیمر آرتیکلش میشه دست دس این سیمر رزوی غن باید باشه یعنی رزرو کردن رزر رز <applause> چند تا چیزای رزرو کردن نمیدونم حالا فارسی سلیسش چی میشه حالا تو فارسی هم ما میگیم رزرو کردن گرن یا گرن بچه ها این دوتاش درسته ولی گرن یه جاهای خاصتری استفاده میشه اینو دوتاش پشت هم نوشتم که شما همیشه بگین همون گرنه این کار رو راحت تر میکنه که همیشه بگین گرنه همیشه گرنه میتون درست باشه ولی گرن یک کمی مشکل استفاده کردن ازش بخاطر همین یه سری جملات جور در نمیاد که بگین گرن در شتاد پلن شتاد میشه شهر درسته؟ پلن میشه نقشه یا برنامه مثلا فردا میخواییم دوستتون بگیم فردا برنامه چیه؟ بگیم واسه دین پلن ما یا فیو مارون پس این دوباره در پلان درپلن شتات در پلن به هم که چسبیدن آرتیکل کلمه آخر رو گرفته شده در شتات جمع پلن جمع میشه پلنه در واقع مثل همون بالا با وجود که حرف دوم نیست این دیگه حفظ کردنیه که این پلنه بچه ها توی دیکشنری من اینو بهتون یاد بدم خیلی مهمه یه سری دیکشنری هست مثل مثلا دودن یا لکسیکونی که استفاده میکنید هرچی هست مثلا نوشته پلن یه اینجوری سلش گذاشته یه خط کش گذاشته بعد اینجوری کرده این یعنی چی؟ این دقیقا رو میخواد بهتون بگه که این میاد روی این این میاد آخر این میشه جمعش میشه پلنه نه که بتونید دیکشنری رو استفاده کنید اگر یه جای اینو دیدید بدونید قضیه چیه در هاپت بان هوف هاوپت بان, هف. هاوپت بان هف. در هوف دی بان ولی گفتیم آرتیکل کلمه آخر در میشه برای کل کلمه این دیگه همه میدونید حالا چیزی که شاید ندونید اینه که جمع هف جمعش میشه چی؟ حرف دوم صدادار هف حرف دوم صدادار باشه گفتیم قانون چیه؟ یه دونه املاوت یه دونه ا آخرش میگیره میبینید که این درس خیلی مفیده کسایی که خیلی دوست دارن حتما هم باید بدونن زبان معنی جمع صحیح کلمه دی شتغاسه گفتیم آخر هر کلمه ای باشه 99 درصد نه همیشه 99 درصد موارد آرتیکلش هم بارد آرت دی هست دی ولی همیشه توی جمعش وقتی که ای آخرشه توی جمعش یه ان آخرش میگیری میشه ان دی شتغاسن در دی پلتسه دوباره لازمه بگم نه دیگه فکر کنم همه یاد گرفتین اوملاوت ا در پلتس دی پلتسه وایت میشه دور نه میشه نزدیک گناو میشه دقیقا شاون نگاه کردن شاو شاومال نگاه کن جلوتو نگاه کن شام الفوانه یعنی جلو پا نگاه کن جلو تو نگاه کن هیا اینجا گنز اینفخ بسیار ساده دی خب گفتیم آخر او انگی اگر باشه جمعش چی میشه؟ یه ان میگیره die Richtungen Jahat ها. اوکه. خب من اینو خط بکشم که بدونم تا کجا اومدیم باقی درس رو فردا شب براتون تشریح میکنم پس اپلیکیشن رو حتما نصب کنید و ازش استفاده کنید خیلی خوشحالم که این کار رو تونستم براتون بکنم بسیار کار مفیدیه که بتونید مخصوصا برای آسپیلدون پیدا کردن و کار پیدا کردنتون بتونم کمک بهتون کرده باشم شبتون خوش امیدوارم یاد گرفته باشین